این روزها در جریان انتخابات تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری میان 7 کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان وعده های مختلفی از سوی این کاندیداها بیان میشه. در سه مناظره هم سوالاتی داشتند و وعده های متفاوت به ویژه وعده های اقتصادی بیان شده از سوی این افراد. اما روزنامه سپید حالا گزارش منتشر کرده در مورد وضعیت کودکان کار و کودکان زباله‌گرد در شهر تهران. استقرار 42 سالی جمهوری اسلامی در ایران به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای مردم ایران به ویژه منتهی شده و همچنین البته در منطقه. این یک نمونه از آسیب‌های سیگریبان جامعه امروز ایران رو گرفته، نوعی از بی‌عدالتی، فقر و تبعیض که جلوش میشه کودکان کار و زباله‌گرد. این روزنامه، یعنی روزنامه سپید، از قول رئیس بهزیستی تهران نوشته که 80% این کودکان زباله‌گرد در تهران که آمار 4000 نفر دستکم در شهر تهران هست در معرض ایدز، هپاتیت و سوء تغذیه هستند. مدیر کل بهزیستی استان تهران هم گفته که شمار کودکان زباله‌گرد در پایتخت رو به افزایش هست. همین پدیده در سایر کلان شهرها هم مشاهده میشه و تصاویر و عکس‌های مختلفی هم ازش هست و مردم خودشون به کرات دیدن این وضعیت رو که چه مشکلاتی داره. البته محدود نمیشه کودکان کار به کودکان زباله‌گرد. در مجموع به نوشته روزنامه سفید بر اساس آمارهای سال 97، آمارهای رسمی سال 97، از 9 میلیون کودک ایرانی نزدیک 500,000 نفرشون کودکان کار هستند و نزدیک 89,000 نفر به نوشته این روزنامه در اون زمان، یعنی سال 97، به دنبال کار بودن. برای اینکه معیشت اینها تأمین نیست و جنبه کاری هم که انجام میدن کار دانش آموزی یا دانشجویی نیست، بلکه کاری است که به دلیل فقر و به دلیل معیشت، تأمین معیشت خودشون باید انجام بدن و در نتیجه راهی بازار کار میشن. اما روزنامه فرهیختگان گزارش منتشر کرده، روزنامه‌ای که نزدیک است به دانشگاه آزاد، درباره سوء تغذیه کودکان و از اون به عنوان سرآغاز نابرابری در هر جامعه‌ای از جمله در ایران یاد کرده و نوشته که شماری از استان‌های ایران، دست کم 7 استان ایران، کودکان دچار سوء تغذیه هستند. این روزنامه در گزارشی که منتشر کرده نوشته که حدود 10% از کودکان در به طور متوسط در ایران دچار سوء تغذیه هستند، یعنی میزان کالری لازم رو در روز دریافت نمی‌کنند و تاکید این روزنامه در گزارشش این هست که به دلیل افزایش قیمت‌ها، گرانی، تورم، بیکاری و مشکلات دیگر نتیجه‌اش این شده که این کودکان نمی‌تونن تغذیه مناسب داشته باشن. در استان سیستان و بلوچستان این وضعیت به نوشته روزنامه فرهیختگان بحرانی تر از سایر استان هاست. 20% کودکان استان سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه ناشی از فقر غذایی هستند و تاکید روزنامه فرهیختگان این هست که چنین کودکانی در این استان هایی که از اونها به عنوان استان های محروم یاد کرده، به دلیل گرسنگی، به دلیل کمخونی و عدم دریافت کالری مناسب، حتی در نظام آموزشی هم به طور سیستماتیک حذف میشن از چرخه ارتقا و نمیتونن به درستی آموزش ها رو دریافت کنن و دچار مشکلات متعددی هم در آینده میشن.